سلام دوستان خب توی این جلسه میخوایم در مورد انواع جواب های ریاضی صحبت بکنیم توی جلسه قبل ما یک مدل ریاضی رو که دو بودی بود بر اساس حل هندسی بر اساس روش هندسی حل کردیم و رسیدیم به یک جواب یکتا تا اگر خاطرتون باشه x یک 6 بود و x دو صفر و زد استار دوازده بودش این یک جواب یکتا بود که خط زد من معادله زد من با فضای جواب من که حالا وجود داشت توی یک نقطه تلاقی میکردن و برای همین که فقط این یک نقطه تلاقی وجود داشت میگفتیم یکتا هست و یه دونه جواب بهینه وجود داره و هر نقطه بغیر از این نقطه زد افزایش پیدا می کرد توی اونجا حتی شده نیم بیشتر میشد به هر حال خب به این میگفتیم فضای یک جواب یک که روی نقطه گوشه ای بود حالا مگه جواب های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه بله ما معادلات ریاضیمون برنامه ریاضیمون ممکنه اصلا جواب هم نداشته باشه حتی دستگاه جواب نداشته باشه خب ببینیم چه حالت هایی ممکنه پیش بیاد باسه یک مسئله برنامه ریاضی ممکنه حالت منحصر به فرد داشته باشه یونیک اپتیمال سلوشن ما یک جواب منحصر به فرد یک جواب یکتا داشته باشیم و گفتیم که زد ما با فضای جواب ما تو یک نقطه تلاقی بکنه به این میگم نقطه بهینه متناهی یعنی متناهی تحت داره تم... یه نقطه بیشتر هم نیست متناهی دیگه و منحصر به فرد این بهترین حالتی است که ممکنه پیش بیاد با ما تو برنامزی ریاضی یه حالت دیگه ای وجود داره اگر خاطرتون باشه من توی اونجا فضای جوابم به این شکل بود ممکنه زد من با یکی از محدودیت اصلی من که اینجا داشت افزایش پیجدا میکرد از اینجا میرفت به اینجا با این موازی باشه و بیفته روی این خط پس هرچی روی این نقطه هرچی روی این خط وجود داره و توی معادلات دیگه هم صدق کنه جواب من هستن Z به ازای تمامی این نقاط برابر با دوازده خواهد بود در این صورت تحت این شرایط ما میگیم متناهی دگرین Alternative Optimal Solution یعنی جوابهای دیگری هم وجود داره من X1 و X2 رو میتونم هر چیز دیگه هم بذارم توی برنامه‌ریزی خطی حالتی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که زد من حالا جلوتر روی نمودار بهتر میشه توضیح داد بذارین اونجا توضیح بدم تو این حالت ما میگیم جواب بهینه متناهی هست چرا چون ته داره برحال بین این دوتاست و دگرینه خب دگرین یعنی موردهای دیگری هم وجود دارن که زد مساوی دوازده بشه و مقدارشون هم بی نهایت در واقع من هر x1 x2ی که روی این خط سرق بکنن رو میتونم بگیرم یه حالت این هست که جواب بهینه نامتناهی در واقع تو اینجا ما جواب بهینه نداریم که میگیم unbounded optimal objective value یعنی objective value ما unbound هست هیچ تهی نداره هر چقدر بخوای میتونه کاهش یا افزایش پیدا کنه که اونم حالا جلوتر رو نمودار بیشتر بحث کنیم و یه حالت نهایی empty feasible region هستش یعنی من فضای جوابم خالی توهیه دستگاه نامعادلات من هیچ جوابی هیچ اشتراکی با هم ندارم و من هیچ جایی رو ندارم که اصلا زده من بخواد اونجا صدق بکنم x1 2 ایک من نمیتونم صدق کنه خب به ترتیب این موارد رو با هم دیگه یه نگاهی بندازیم که بهتر بتونیم درک کنیم این مواردی که میگیم فقط واسه برنامه‌ریزی خطی نیست یا فقط واسه حالت دو بعدی نیست توی کل برنامه‌ریزی ریاضی اینا وجود داره یعنی بیشتر از این حالت ها نمیتونه باشه خب توی حالتی که من جواب بهینه منحصر به فرد دارم در واقع یک نقطه بهینه وجود داره همونطور که گفتیم و اون نقطه نقطه رأسی نقطه گوشه‌ای که من اونجا گفتم یک گوشه‌ای رأسی هم بهش میگن نقطه رأسی یعنی توی رأس قرار داره مثل اینجا توی اینجا اینجا یا اینجا که ما چون میخواستیم مینیموم کنیم این نقطه بهینم بود اگر به جای مینیموم ماکسیموم بود و همین معادلات نوشته شده بود این نقطه بهینه میشدش اون وقت خب من رنگ رو عوض کنم اینجا نقطه بهینه میشد اون وقت من یه دونه دیگه اینجا دستگاه معادلات کشیدم واسه اینکه بتون نشون بدم که فضای جواب من اینجا اگر این معادله وجود نداشتش خب مثل این حالت اون وقت اینجا من هیچ چیزی نبودش که اینو محدود کنه و فضای جواب من کل این ناحیه میشد یعنی همین طور میتونست افزایش بده کنم اما چون مینیمم سازی دارم من دیگه اینجا باسم اهمیتی اصلا نداره فقط همین یه نقطه که وجود داره کفایت میکنه پس جواب وجود داره با اینکه فضای جواب نامحدوده یعنی اینجا در این حالت فضای جواب آنباوند هستش و نامحدوده اما جواب بهینه یکتا و منحصر به فرد وجود داره اینم یه حالتی بود که میخواستم بهتون نشون بدم یعنی ممکنه فضای جواب من نامحدود باشه اما من جواب یکتا داشته باشم اما اگر مسئله ماکسیموم سازی باشه فرق داره دیگه همینطور میتونم افزایش پیدا کنم که جلوتر میبینیم حالت دیگه جواب بهینه متناهی دگرین بود خب اینطوری ترجمه شده و توی در واقع در عملیات و برنامه‌ریزی ریاضی اینطوری میگم متناهی دگرین یعنی در واقع من یک خط دارم خب اگر اینجا کنید من معادلم رو تغییر دادم گفتم زدم برابر x که به x2 باشه توجه کنین این محدودیت من با این موازیه خب یعنی خطی که من اینجا میکشم که از صفرم میتونه رد بشه تو اینجا خب اینجا که امکان پذیر نیست باید حتما افزایشش بدم یا اگر از بالا بیام بخوام کاهشش بدم مثلا زد رو بذارم بی نهایت یا مثلا بیام زد رو بذارم 250 بعد بخوام بیام کاهشش بدم بیام اینجا بعد برسم مثلا زد مساوی با 45 اینجا هنوزم اینجا ماکسیمم من میخوام مینیمم کنم دیگه بیام پایین اینجا من چون موازی با این محدودیت هستم دقیقا زدم میفته روی این خط درسته و گفتیم فضای جواب من الان اینجاست دیگه فضای جواب اینجاست خب پس هر چیزی که بین این دو نقطه وجود داره و خود دون این دو نقطه میشه جواب بهینه که حالا زدش اگه بخوایم حساب کنیم زدش برابر با 18 میشه چرا چون باید تو این معادله صدق بکنه بخشید تو این معادله صدق بکنه زدش برابر 6 میشه اشتباه گفتم با این با این موازی هستش با این موازی نیستش x1 رو برابر با 1 بذارین x2 رو هم برابر با 1 بذارین میشه چند میشه 1 به اضافه 1 میشه 2 z میشه 2 اما اگه جواب بهینه است خیر چون از 6 کوچیک‌تره پس باید x1 هم طوری بذارم که تو این سد بکنه دیگه پس x1 هم رو میذارم 3 x2 هم رو میذارم 3 سد میکنه تو این جواب بهینه من 6 ه میشه 6 3 بزافه 3 میشه 6 x1 هم رو میذارم 5 x2 هم رو میذارم 1 بازم 6 ه و سد میکنه x1 هم رو میذارم 6 X2 رو میذارم صفر بازم صفر میکنه که همین نقطه اینجا باشه X2 رو میذارم 6 X1 رو میذارم صفر اینجا میشه بازم صفر میکنه یعنی کل نقاطی که روی این خط وجود دارن جواب بهینه من هستش همه اینا استار دارن چون Z برابر دارن و توی فضای هم صفر میکنم به این میگن جواب متناهی چون یک محدوده هستش میدونیم متناهیه حال بیشتر از این مقدار نمیتونه x که من بشه یا بیشتر از این مقدار x2 من نمیتونه بشه خب حالا تو اینجا من یه دوباره نمودار رو گفتم که آقا ما میتونیم اینجا فضای جواب نامتناهی داشته باشیم اما ز... مدل زدمون دوباره موازی این هستش و در واقع جواب بهینه دگرین داشته باشیم متناهی دگرین داشته باشیم اینم باسه این که بتونیم یک حالت دیگرش رو هم ببینیم پس تحت این شرایط ما میگیم دگرین هستش و من نامحدود در واقع جواب دارم نامحدود جواب دارم چون تمام این جواب ها سق میکنن اما جواب بهینه برام متناهیه که برابر با شیشه یعنی این معادل خط من هستش یه مقدار مثلا سر سوال ها دقت کنید چون با این کلمات خیلی بازی میکنن اما شما باسه عملی در واقع کارهای عملی زیاد با این کلمات زیاد کاری نداریم فقط باید حواسمون باشه وقتی که داریم معادله ریاضی رو دهیه میکنیم ممکنه جواب نداشته باشه دستگاهمون چرا جواب نداشته باشه مثلا فضای جوابمون نامتناهی باشه و ما هم همینطور بتونیم افزایش پیدا بکنیم یعنی اینکه اصلا ناسازگار باشه حالا نگاه میکنیم اون حالتی که الان داشتیم میگفتیم اینه که من جواب بهینه نامتناهی داشته باشم یعنی من دستگاه معادلاتی که اینجا درآوردم بر فرض مثال الان یه دونه محدودیت داره اون محدودیت اینجا رو وجود نداره واسش که داشتیم و محدود میساخت پس تمام ایکس هایی که بزرگتر از این از x2 ایک هایی که بزرگتر از صفر باشن و x1 ایک هایی که بزرگتر از صفر باشن و x1 x2 هایی که بزرگتر مساوی 6 باشن میتونن جواب باشن حالا فرض کنیم من میخوام معادله رو بهینه کنم z 12 اگه یادتون باشه خب اینجا میخورد دیگه حالا با این برابر موازی باید باشه این کمترین مقدار الان مینیموم که نیستش که من میخوام ماکسیموم کنم پس هنوز میتونم افزایش پیدا بدم میام اینجا زدم و مثلا میذارم 20 میام اینجا زدم میشه 45 میام اینجا زدم میشه 100 زدم میشه 1000 زدم میشه 2000 و همینطور تا بینهایت افزایش میتونه بدم همه هم جوابن همهشونم هم درستن پس من هر چقدر که دلم بخواد میتونم زد رو افزایش بدم تحت این شرایط ما جواب بهینه ندارم بی‌نهایت پس جواب بهینه وجود ندارد تو این شرایط خب هیچ جوابی نیست که بهینه باشه و همینطور داره افزایش بدم میکنه تو این شرایط هم باید تا به هدف به بی‌نهایت میل کنه هم فضای جواب نامتناهی باشه اگر فضای جواب نامتناهی نباشه صد درصد ما جواب بین متناهی داریم حالا یا دگرینه یا منحصر به فرد اگر اینجا من باندش کنم به یه جا میخوره به این و نمیتونه افزایش پیدا کنم پس باید حتما فضای جواب من نامتناهی باشه که من جواب بهین نامتناهی داشته باشم <تصفح> ببخشید یه حالت دیگه هم وجود داره که اصلا من فضای جوابی ندارم این معادله اگر به این صورت نوشته باشه یا اینجا منفی بودش اگه این منفی ها نبودن و به صورت مثبت نوشته شده بودن در واقع بزرگتر از 18 بود که جواب من بود با x1 و x2 بزرگتر مساوی 0 ست میکنه و این اگر کوچکتر مساوی 6 باشه یعنی این ور یعنی اینا که هیچی این قسمت جواب تو اینجا صدق میکنه تو این معادله تو این صدق میکنه و اینجا هم توی این معادله سق میکنه اما این دوتا خود این دوتا با هم اشتراکی ندارن هستن خب چون اشتراکی ندارن هیچ x1 x2 وجود نداره که هم توی این سق کنه هم توی این سق کنه فرض کنین مثلا من اینجا اگه 0 و 6 باشه خب من یه دونه میام مثلا اینجا هم 0 و 6 من 6 و 6 هستم در نظر میگیرم میشه اینجا دیگه اگه 6 باشه اینم 6 باشه میشه این وسطش من بذارم واسه این 6 به اضافه 6 میشه 12 صدق نمیکنه. 6 به اضافه 2 6 تا 12 تا میشه 3 6 تا 18 این تا. میاد اینجا. روی این یه دونه صدق میکنه مثلا. خب. ولی وقتی که روی این داره صدق میکنه تو این یکی هست صدق نمیکنه. پس جواب نیست. پس در واقع من هیچ فضایی ندارم که بتونم تابم رو جواب بگیرم ازش و بهینش کنم. هر جا مثلا اینجا بکشم غیر قابل قبوله اینجا بکشم غیر قابل قبوله اینجا بکشم غیر قابل قبوله اینجا اینجا هر جا بکشم غیر قابل قبوله و سیستم معادلات یا نامعادلات من ناسازگار هستند. وقتی که ما داریم مدل ریاضی تهیه می کنیم خیلی باید حواسمون باشه که ناسازگار نباشن نباید یه مدلی رو تهیه کنیم که ناسازگار باشه مثل این میمونه که من میخوام یه تصمیم گیری ها انجام بدم بین خونه اول که میخوام خرید کنم یه خونه دارم اینجا با قیمت یک میلیارد خب یه خونه دیگه دارم مثلا دو با قیمت دو میلیارد من بودجم چقدر 500، 500 میلیون خب نمیتونم نه اینو بخرم نه میتونم اینو بخرم پس ناسازگاره این در واقع تحت این شرایط هیچ جواب بهینه هم باز دوباره وجود نداره چون هیچ اشتراکی بین فضای جواب من وجود نداره ما تحت دو شرایط جواب بهینه نداشتیم یکی اینکه فضای نامادلات من نامحدود باشه و در واقع تا به هدف منم به صورت نامحدود بتونه رشد پیدا بکنه یا اینکه حالا اگه مینیمم سازی باشه این ور باشه و بتونه به صورت نامحدود کاهش پیدا بکنه یا اینکه هیچ اشتراکی بین فضای جوابم نباشه و اصلا نتونم جواب به دست بیارم تحت این دو شرایط هستش یه مسئله ای که ممکنه به ذهنتون برسه اینجا توی قسمت جواب بهینه منحصر به فرد هستش خب ما گفتیم اگر جواب بهینه منحصر به فردی وجود داشته باشه حتما باید روی نقاط رأسی باشه یعنی روی این نقاط هستش خب و منحصر به فرد یعنی فقط یه دونه دوتا نمیتونه باشه ما سیستم معادلات که داریم میکشیم مخصوصا خطی اگه باشه به صورت محدبه یعنی بسته است این از لحاظ جبری ثابت میشه خب نمیتونه اینجوری باشه که اگه من خطی رو بکشم روی دو تا نقطه جواب بگیرم این شرایط هیچ وقت پیش نمیاد وقتی که خطی باشه اما توی مسائل مثلا اگه محدب نباشه یعنی ما اینطوری داشته باشیم تحت این شرایط یعنی اثبات شده از لحاظ ریاضی که این شرایط محدبی باید حتما وجود داشته باشه واسه برنامه‌ریزی ریاضی حالا این اینکه خود محدب رو از لحاظ ریاضی بتونم به دست بیارم و اثبات بکنم این هم برمیگرده به مسئله جبر خطی من تو این دوره وارد جبر خطی نمیشم چون یه کورس جدا لازم داره در مورد جبر خطی و صحبت کردن واسه اینکه سیستم معادلات محدب چی هسته چرا من میگم برنامه‌ریزی خطی و حتی بالاترش باید حتما محدب باشه و چطور اثبات میکنن که حتما محدب هستش و اگر محدب باشه چه اتفاقهایی میفته خب اینا همه بحث جبر خطی هستش که نیاز داره به یک کورس جداگونه اما توی این کورس فقط باید بدونیم که هیچ شرایط دیگه ای چون اثبات شده به غیر از این حالت توی جواب های وجود نداره و با اگر باشه منحصر به فرده خب ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم مفید واقع شده باشه تا جلسه بعد خدا نگه